سلام، همراهان صفحه 333. در این ویدیو قراره با مناطق اسرارآمیز جهان آشنا بشید که با عبور از این مناطق مخفی وارد جهان دوم میشوید. ناراکا زیبالبا. اگرچه اسمها با هم فرق دارد، اما در چند جای این کره خاکی مناطق اسرارآمیز جهان نهفته‌اند. مناطقی که معنا و مفهوم دنیای دیگر در زیر دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم را دارند. دنیایی که در آن روح مردگان وجود دارد و حتی ممکن است در آن شکنجه شوند. تصمیم گرفتیم تا سری به این مکان‌ها بزنیم، اما یادتان باشد اگر تصمیمتان را گرفتید تا از هر کدام از این مکان‌ها دیدن کنید، هیچ ضمانتی برای برگشت شما وجود ندارد، مخصوصا اگر بخواهید تلاش کنید تا به رمز و رازهای آنها پی ببرید. یادتان باشد به شما اخطار دادیم برای دانستن مناطق اسرارآمیز جهان با ما همراه شوید. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. غارهای دماغه ماتاپان در یونان. اولین مورد از این مناطق اسرارآمیز جهان ورود به جهنمی قدیمی است. جایی به نام غارهای دماغه ماتاپان که در جنوبی ترین نقطه یونان قرار دارد. این دماغه در واقع در انتهای شبه جزیره‌ای که به مانی هم معروف است قرار گرفته است و غارهای آن هم سطح با دریا و در یک صخره هستند که البته این یکی از چند ورودی به امپراتوری سایه ها مربوط به دوران روم باستان است. این باور وجود دارد که این غار در واقع دری به اقامتگاه هد از اساطیر یونان است. این محل همچنین در گذشته به عنوان عبادتگاه مورد استفاده بوده است و در همان ورودی غار میتوان این عبادتگاه ها را دید و مطمئنن راز و اسرار بسیاری در دیوارهای این غار نهفته است و گفته میشود که راهی در اعماق آن وجود دارد که شما را به دنیای دیگری میبرد. امروز هم بازدید کننده ها میتوانند از این مکان دیدن کنند، ولی کسی تا به حال این راه را نرفته است. هکلا در ایسلند. دومین مورد از مناطق اسرارآمیز جهان جایی به نام هکلا است که منطقه آتشفشانی در کوههای جنوبی ایسلند است و به آن دروازه‌ای به جهنم گفته می شود. از سال 874 بعد از میلاد مسیح بیش از 20 فوران آتشفشانی جدی در این منطقه اتفاق افتاده است. در سال 1341 یک کتاب ایسلندی که در واقع کتابی دست نویس بود دسته بزرگی از پرنده ها را توصیف می کرد که بر بالای دهانه آتشفشان بر پرواز بودند و این باور به وجود آمد که اینها ارواح افراد نفرین شده هستند. از سال 874 بعد از میلاد مسیح بیش از 20 فوران آتشفشانی در این کوه اتفاق افتاده است. البته در سالهای اخیر هکلا آرام بوده است. امروز شایعات زیادی وجود دارد که میگویند هر ساله ساحران بزرگی در دهانه آتشفشان جمع می شود و فعالیت های مرموزی انجام می دهند. هیچ کسی به دهانه آتشفشان نمی رود. شما فکر می کنید جرأتش را داشته باشید؟ شهر ارواحی فنگدو در چین. در کشور چین شهرهای اسرارآمیز زیادی وجود دارد، اما بدون شک یکی از خوفناکترین آنها میتواند فنگدو باشد، شهری جهنمی که پر از ارواح خبیثه است. مردم بر این باورند که این ارواح به جایی به نام ناراکا که جایی جهنمی است میروند. در واقع بازدید کنندگان فنگدو برای چند لحظه هم که شده خودشان را مهمان جهنم میکنند. در این شهر مجسمه ها و تندیس های زیادی وجود دارد که نشان دهنده عذاب های الهی هستند. خیابان ها و میدان های آن از این مجسمه ها پر است. به طور خلاصه فنگدو از مکان های اسرارآمیز جهان است.
که بیشتر جاذبه های آن تم جهنمی و ارواحی در حال شکنجه را نشان می دهد. اما مطمئناً اصلی ترین دیدنی فنگدو مجسمه پادشاه ارواح است که روی تپه ها از جنس صخره است و به گونه ای که صورت آن رو به شهر است. این مجسمه 138 متر ارتفاع دارد و بزرگترین مجسمه صخره‌ای دنیا است. جهنم‌های شهر بپو ژاپن. مقصد بعدی که قصد داریم به آن سفر کنیم جایی به نام بپو در ژاپن است که به جای یک جهنم 9 جهنم دارد. البته این شهر به اندازه دیگر جاذبه های این فهرست اسرارآمیز نیست، ولی به نوبه خود یک جهنم واقعی است. چشمه های آب گرم در این شهر وجود دارد که آب آنها به راحتی می تواند یک تخم مرغ را آبپز کند. با این حال اگر خود را خیلی پردل و جرأت بدانید، شاید بعدتان نیاید یکی از آنها را امتحان کنید. تعداد چشمه های آب گرم در شهر بپو ژاپن به اندازه زیاد است که وقتی از نمایی از بالا به این شهر نگاه می کنید می بینید که از کل شهر دود بلند می شود. غار زیبیو در ایتالیا. مقصد آخر ما به سوی جهنم شاید قدیمی ترین مورد از مناطق اسرارآمیز جهان در این فهرست باشد. جای شیطانی است که به امپراتوری روم باستان نسبت داده شده است و ظاهراً تاریخ آن به 2000 سال قبل برمی‌گردد. یکی از نویسندگان این غار را غاری با صدها ورودی توصیف کرده است که همه آنها راه را به دنیای دیگر در زیر زمین باز می کنند. ویرجیل شخصی است که درباره این غار نوشته و می گوید دروازه های جهنم صبح و شب باز هستند. ویرجیل این نوشته ها را در قرن 1 قبل از میلاد مسیح نوشته است. این غار در ایتالیا و در شهر ناپل واقع شده است و در حال حاضر هم این مکان برای گردشگران وجود دارد که خودشان از غار دیدن کنند و صداهای اسرارآمیزی که گفته می شود شبانه روز در آن شنیده می شود را بشنوند. بسیاری این مکان را یکی از تصویر شده ترین مکانهای جهان می دانند.